بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی، بخش جدید فارماکولوژی قلبی. و درس امروز ما شما روی کاردیاک اکشن پتانسیل خواهد بود. ابتدا یک کمی از فیزیولوژی قلبی را مطالعه خواهد کردیم، بعد از او باز پاتولوژی و فارماکولوژی را تطبیق خواهد کردیم. عضلات قلبی مشابه به عضلات ملسا و عضلات اسکلتی تحت تاثیر یک تنبه دیپولارایز میشن و بعد از او هم ریپولارایز میشن. یعنی شما میفهمید عضلات قلبی، عضلات اسکلتی و عضلات ملسا یک تنبه به عضله میرسه، عضله دیپولارایز میشه، بعد از او ریپولارایز میشه. وقتی که عضله دیپولارایز میشه، طبعا پروتین های کانترکتایل یا همون پروتین های تقلصی که به نام اکتین و مایسین یاد میشه، اونا با هم نزدیک میشن، یک تقلص به وجود میاد. بعد از اینکه ریلکس شد یا ریپولاریزیشن واقع شد، پروتین ها دوباره هم جدا میشن و منتظر یک تنبیه دومی میباشن. خصوصیتی که در عضلات قلبی وجود داره که در سایر عضلات وجود نداره است که اینا به شکل گروپ ها عمل میکنن و وقتی که تنبیه به یک حجره میرسه، این حجره تمام حجرات فعال میسازه، بعد از او تمامشان به شکل همزمان تقلص میکنند. شما میفهمین در عضلات قلبی از لحاظ هیستولوژی انترکالکتد دیسک وجود داره، یعنی دیسکایی است که با هم دیگر حجرات عضلات قلبی را توسط گپ جنکشن ارتباط میتن. مثلا یک عضله، یک حجره از مایوسایت فعال شد، این حجره ارتباط داره با یک حجره دیگه و او حجره را هم فعال میساز. با می شکل تمام حجرات فعال میشن و بعد از او به شکل گروپ وار تخلص میکنن. به می دلیل ما و شما لوپ اند دوپ داریم، یعنی یک تقلص و دو تقلص داریم. اتونیست که هر عضله ما به شکل جداگانه تقلص کنه. اکشن پتانسیل در حجرات عضلات قلبی تفاوت‌های خاص خود داره. نظر به اکشن پتانسیلی که در سایر عضلات به خصوص در عضلات اسکلتی واقع میشه، شما میفهمید عضلات اسکلتی یک تنبیه به طرف عضله میه که توسط استایلکولین به رسپتور نیکوتینیک وصل میشه، عضله اسکلتی دیپولارایز میشه، بعد از او دوباره ریپولارایز میشه. تمام اکشن پتانسیل در عضلات اسکلتی تمام میشه. اما در عضلات قلبی تفاوت های خود داره. یک تفاوتش این است که اینا به شکل خودی تنبیه خود را میسازن. در عضلات اسکلتی گفتیم که یک تنبیه باید از طرف اعصاب که استایلکولین او را انتقال میده باید به عضله اسکلتی بیاید. اما در اکشن پتانسیل عضلات قلبی اینا خودشان تنبیه خودشان میسازند که به نام پیس میکر سلز یاد میشوند که در ابتدا اس ای نود میسازد. اگر اس ای نود توانایی ساختن سیاله را از دست داد، بعد از او ای وی نود سیاله را میسازد. تفاوت اول شد. تفاوت دومی است که اکشن پتانسیلی که در کاردیاک مایوسایت با وجود میآید طویل است و شامل 5 مرحله می باشد. مرحله فیز زیرو. فیز زیرو زمانی است که خود اکشن پتانسیل با وجود می آید، یعنی ابتدای اکشن پتانسیل است که ممبرین پتانسیل از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف یک پتانسیل مثبت می برد. توسط کدام میکانیزم؟ میکانیزم باز شدن فست سودیم چینلز. یعنی یک عضله قلبی در رستینگ ممبرین پتانسیل وجود دارد، بعد از اینکه تنبیه برش رسید از اس ای نود یا ای وی نود فست سودیم چینلز باز میشه. وقتی که اینا باز شد، به شکل سریع چارج های مثبت داخل حجره میشن و باعث بلند رفتن پتانسیل حجره از حالت رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف یک پوزتیو ممبرین پتانسیل میشه. بعد از او فیز یک داریم که به نام پارشل ریپولاریزیشن یاد میشه، یعنی یک کمی یا قسمی ریپولاریزیشن واقع میشه. این زمانی است که چنل های سودیم که پیشتر باز شده بودن دوباره بسته میشن و سودیم دیگه داخل آمده نمیتونه. در مقابلش یک مقدار کمی از پوتاشیم خارج میشه. چون شما میفهمین به خاطر ریپولاریز کردن یک حجره، ما شما همیشه پوتاشیم باید از حجره خارج بسازیم. پس یک مقدار از پوتاشیم از حجره خارج میشه که شما دیگه میتونین یک پتانسیل پایین تر میه. فرض مثال پتانسیل خود رستینگ ممبرین بود منفی 20 میلی ولت. وقتی که فست سودیم چینلز باز شد، پتانسیل رساند به مثبت 20 میلی ولت. اما مثبت 20 میلی ولت به خاطر امی چینل هایی که تو دستلاید بعدی مطالعه خواهد کردیم مناسب نیستن و باید دوباره پتانسیل یک کمک پایین بیاید. پس پتانسیل پس میرسانه به مثبت 15 میلی ولت. چی رقم امی کار میشه؟ توسط باز کردن چینل های پتاشیم که به نام پارشل ریپولاریزیشن یاد میشه.
بعد از او فیز دو داریم یا فیز پلاتو. پلاتو یک چیز ثابت هم میگن که نه بالا باشه و نه پایین باشه، و فیز پلاتو زمانی است که از یک طرف چینل های پوتاشیم باز است و پوتاشیم از حجره خارج میسازند، در عین زمان چینل های کلسیم باز میشن و کلسیم داخل حجره میرند، که این تفاوت به اندازه نیست که یک ریپولاریزیشن سریع واقع شود، چون شما میفهمین وقتی که پوتاشیم باز شد ریپولاریزیشن سریع واقع میشه، اما یک پتانسیلی است که آهسته آهسته کم شده میره اما به شکل سریع مثل یک ریپولاریزیشن نیست. حالا که کلسیم چرا داخل میه و چرا باید یک پارشل ریپولاریزیشن داشته باشه او را صحبت میکنیم. علتی که پارشل ریپولاریزیشن واقع میشه این است که چنل های کلسیم ولتیج دیپندنت هستند، یعنی به یک ولتیج خاص ربط دارند. وقتی که اون ولتیج رسید اینا باز میشن، در غیر از صورت این چنل ها باز نمیباشند. پیشتر ما شما گفتیم که فست سودیم چنلز پتانسیل رساندن به مثبت 20 میلی ولت، اما پارشل ریپولاریزیشن دوباره پتانسیل پایین‌تر آوردن به اندازه مثبت 15 میلی ولت. همین مثبت 15 میلی ولت یک ولتیج اپتیمم یا مناسب است به خاطر باز شدن چنل های کلسیم، و آدمی زمان است که چنل کلسیم باز میشه و یک صفحه پلاتو واقع میشه. شما ببینید چارج پایین میآید اما نه به اندازه بسیار سریع مثل یک ریپولاریزیشن، کی را به نام صفحه پلاتو یاد میکنن. و خوبی صفحه پلاتو دایی است که زمانی که اگر عضله قلبی در پلاتو می باشه تنبیر نمی پذیره. اگر فکر کنن اگر پلاتو نمی بود مشابه به عضلات اسکلتی یک رپید آنست می بود، دوباره ریپولارایز آنست ریپولارایز، که در این صورت باز تقلصات زیادتر انجام می شد، یعنی امو اکشن پوتنشال قلبی که زمان زیاده می گیره او وجود نمی داشت. مثلا شما می فهمید عضلات اسکلتی، عضلات اسکلتی در یک زمان میتونن چندین تنبیه به خود بپذیرن، که به می خاطر بعضن عضلات اسکلتی به تیتانی معرض میشن، مثلا به شخی عضلات معرض میشن، اما یک عضله قلبی هیچ وقت به شخی یا به تیتانی معرض نمیشن. علت شمی است که صفحه پلاتو داره و می صفحه پلاتو اکشن پتانسیل طویل میسازن. بعد از اینکه چنل های کلسیم باز شدن، کلسیم داخل آمد، پتانسیل آهسته آهسته پایین میاد تا فرض مثال تا زمانی که به 0 میلی ولت میرسه. 0 میلی ولت زمانی است که چنل کلسیم دیگه دو باز بودن نمیتونه، چنل کلسیم بسته میشه، اما چنل های پتاسیم هنوزم باز هستند و پتاسیم از حجره خارج میسازن، که امیر به نام ریپولاریزیشن یاد میکنن و ریپولاریزیشن واقع میشه. صفحه سوم هم تمام میشه. بعد از میریم به فیز 4. فیز 4 زمانی است که یک فارورد کرنت یاد میشه. فیز 4 شما قسم یاد گرفته میتونید که وقتی ریپولاریزیشن واقع میشه، ریپولاریزیشن حجره را یک کم زیادتر منفی میسازد. مثلا پیشتر گفتیم که رستینگ ممبرین پتانسیل عضله قلبی ماست منفی 20 میلی ولت است، اما وقتی که ریپولاریزیشن واقع میشه این پتانسیل میره به منفی 25 میلی ولت. منفی 25 میلی ولت رستینگ ممبرین پتانسیل عضله قلبی نیست، پس دوباره یک مقدار زیاده از یک مقدار کمی از سودیم داخل حجره میشه و پتانسیل میرسونه به منفی 20 میلی ولت، و دوباره در این ناحیه عضله قلبی منتظر یک تنبیه دیگه میشینه که تنبیه بیایه و از رستینگ ممبرین پتانسیل دوباره سودیم فست سودیم چنلز باز شوه، صفحه اول صفحه دو سه و این شکل این سکل ادامه پیدا کنه. اگر به شکل خلاصه در ایشیما ما شما اکشن پتانسیل عضله قلبی را بگوییم، فیز صفر زمانی است که اکشن پتانسیل شروع میشه، یعنی پتانسیل از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف یک پتانسیل مثبت میره، که را به نام فست سودیم چنلز اوپنینگ یاد میکنن، یعنی چنل های سودیم باز میشه. بعد از او یک صفحه پارشل ریپولاریزیشن داریم که پتانسیل دوباره یک کم منفی میسازه، مثلا از مثبت 20 میرسونه به مثبت 15 میلی ولت. در این صفحه کلسیم voltage dependent calcium channels باز میشه، در این زمان چنل های پتاسیم هم باز هستند و صفحه پلاتو ایجاد میشه. بعد از اینکه پتانسیل پایین تر آمد، فرض مثال رسید به 0 میلی ولت، در اینجا چنل های کلسیم بسته میشن، چنل های پتاسیم هنوز هم باز هستند و باعث ریپولاریزیشن میشن. وقتی که ریپولاریزیشن تمام شد، یک مرحله فارورد کرنت وجود داره که در اینجا یک مقدار سودیم داخل حجره میشه و باعث به وجود آمدن رستینگ ممبرین پتانسیل میشه. کاردیاک کانتراکشن چی رقم صورت میگیره یا تقلص عضلات قلبی چگونه صورت میگیره؟ ما شما گفتیم تنبیه آمد، تنبیه به عضلات رسید،
عضلات آلفال شدن یعنی دیپولارایز هستن، حالا چی رقم تقلص میکنن. تقلص از اینا بستگی داره به کلسیم آزاده که در سایتوپلازم خود مایوسایت وجود داره، یعنی به هر اندازه که کلسیم زیادتر بود به مو اندازه اکتین و مایوسین با هم دیگر صمیمیتر تماس میکنن، تقلص قوی تر انجام میشه. به هر اندازه که کلسیم کمتر بود اکتین و مایوسین کمتر تماس پیدا میکنن، تقلص ضعیف تر میباشه. کیرم شما به نام آینوتروپیک افکت یاد میکنین، یعنی آیون باعث یک تاثیر میشه بالا از اینا. آیون کدام آیون است؟ کلسیم است. اگر کلسیم زیاد بود تقلص قوی تر، اگر کلسیم کم بود تقلص ضعیف تر. دیشی ما شما باز هم روی کلسیم صحبت میکنیم. کلسیم پیشتر گفتیم که یک توسط یک ولتیج سنسیتیف سلو کلسیم چنل داخل می آید، یعنی تا زمانی که هم ولتیج اپتیموم کلسیم نرسیده باشه چنل کلسیم باز نمیشه. کنمو پارشل ریپولاریزیشن باعث به وجود آمدن یک اپتیمم پتانسیل به خاطر کلسیم میشه، کلسیم داخل اجرا میشه. حالا که کلسیم داخل سایتوپلازم شد چی کار انجام میده؟ این کلسیم داخل آمده میره و در سارکوپلازم کریتیکولم ذخایر کلسیم فعال میسازه و سارکوپلازم کریتیکولم میگه که ذخایر کلسیم تا داخل سایتوپلازم اجرا آزاد بساز. سارکوپلازم کریتیکولام یک مقدار زیادی از کلسیم داخل سایتوپلازم رها میسازد و همی کلسیم هایی که فری هستند میرن به طرف اکتین و مایسین، اکتین و مایسین با هم دیگر تماس میتن و یک تقلص با وجود میآید. به همین دلیل ما شما ای را به نام فری کلسیم یاد میکنیم، چون دو نوع کلسیم داریم، یکی فری کلسیم که در سایتوپلازم یاد میشه و یکی هم کلسیم که در سارکوپلازم کریتیکولام وجود داره. کلسیم که در سارکوپلازم کریتیکولام است او مدار اعتبار با ما و شما نیست، چون او فری نیست. فقط کلسیم که فری باشه مورد استفاده پروتین های تقلصی قرار میگیره. و یک موضوع دیگر را باید داشته باشین که تقلص عضله قلبی بیشتر بستگی به این داره که چقدر کلسیم در سارکوپلازم کریتیکولام وجود داره. درست است که تنبیه کنندهش یا محرکش کلسیم خارج حجروی است، اما باز هم مقدار اساسی باید در سارکوپلازم کریتیکولام وجود داشته باشه. بعد از اینکه اکتین و مایسین با هم دیگر تماس پیدا کردن تقلص صورت گرفت، کلسیم دوباره جدا میشه. حالا این کلسیم چی میکنه؟ پس داخل سارکوپلازمیک ریتیکولام میره. مقدار زیاد از کلسیم داخل سارکوپلازمیک ریتیکولام میره و اون مقدار کمی که از بیرون داخل آمده بود او را ما شما باید دوباره بیرون بسازیم. چگونه ای را بیرون میسازیم؟ توسط یک پمپ به نام سودیم کلسیم پمپ. سودیم کلسیم پمپ یک پمپ است که کلسیم خارج می سازد و در مقابلش سودیم داخل حجره میاره. این سودیم داخل حجره آمده و حجره به درد نمی خوره. توسط یک پمپ دیگه به نام سودیم پوتاشیم ایتیپیز دو دانه سودیم خارج می سازد، در مقابلش یک دانه پوتاشیم داخل حجره می سازد. پس کلسیم در تبادله با سودیم خارج شد و خود سودیم در تبادله با پوتاشیم خارج می شود.